سلام به اولین بخش از شش بخش کلینیک تخصصی کات در آنالیز بسکتبال خوش اومدین من شهریار مقدمی با همکاری مجموعه امار بسکتبال این کلینیک رو تقدیم حضورتون میکنم یه معرفی از خودم خدمتون دارم من مربی آنالیزور و آمارگی بسکتبال هستم و سواقم میتونم مربیگری در رده های پایه آنالیزوری در مسابقات لیگ دست اول باشگاه کشور و لیگ جوانی کشور اشاره کنم که طی سه سال گذشته به عنوان آنالیزور در تیم دانشفرز البرز فعالیت داشتم و به عنوان آمارگیر رسمی فدراسیون بسکتبال ایران در لیگ برتر بسکتبال این کشور هم فعالیتی رو داشتم هدف از برگزاری این کلینیک شش بخش هستش که ما قرار هر هفته پنجشنبه هر کدوم از این بخش ها رو به طور کاملا اختصاصی بررسی کنیم این شش بخش شامل آشنایی با انواع کات ها در آنالیز، نحوه کات کردن و معرفی نرم مرتبط با این کار، چگونگی بهرهمندی از کات ها و اصول اون، بررسی کات ها و آمار کنار یکدیگر، توزیع یک جلسه آنالیز کاملا مفید و یه چند تا نکات کاربردی و مهمه. اولین بخش آشنایی با انواع کات توی آنالیزه. ما آنالیزورا باید انواع کات رو بشناسیم که بدونیم در مواقع لازم چه کات هایی رو باید برای کادر فنی، تیممون، باشگاهمون و حتی برای آنالیز اختصاصی که خودمون میخوایم بکنیم و در اختیار تیم بذاریم رو کاملا باش آشنایی داشته باشیم و بدونیم ما به طور کلی هفت نو کات داریم که به صورت کاملا اختصاصی هر کدوم رو بررسی میکنیم و از روی فیلم براتون توضیح میدیم کات تمام بازی رو داریم کات فاز به فاز داریم کات فازهای یکسان کات تک فاز کات انفرادی یا همون آنالیز فردی کات هایلایت و کات داوری رو داریم کات تمام بازی شامل موارد زیره فارغ از هر گونه نتیجه و اتفاق حالا چه با اهمیت باشه چه بی اهمیت، شما باید بازی رو کات بزنید تمام لحظات که توپ زنده است یا لحظاتی که توپ زنده نیست ولی یه سیستمی مثلا مثل آت باند داره اجرا میشه باید داخل این کات باشه پرتاب های آزاد، هواشی مسابقه، مثلا درگیری ها، اعتراضات به داوری، صحبت هایی که مربیان میکنن و هر چیزی که مثل علائم سیگنال ها یعنی یک تیمی داره یک سیگنالی رو اعلام میکنه یا مربیا یک نکته ای رو به بازیکن میگن و توی فیلم مشخص اون صدا و حتی ریاکشن هایی که ممکنه بازیکن ها داشته باشن از نظر بحث روانی از نظر بحث فیزیولوژی که بدنشون تا چه حد بعد از یک تایمی آمادگیش رو از دست میده و این گونه موارد در کنار تایم و تا در صورت که مشخص باشه علائم و صحبت بازیکن ها و مربیا یک کات تمام بازی رو به وجود میاره الان توی این کات اگر شما مشاهده کنید این بازیکن اقدامش رو انجام میده توب مرده است علائم و صحبت هایی که بین این دوتا بازیکن رد و بدل میشه رو ما داریم و اون بازیکن یک سیگنالی رو داره اعلام میکنه بازیکنی که داره آتاب باند رو انجام میده و انجام میشه ادامه حرکت و در نهایت اینکه چطور این تیم به گل میرسه که این آنالیز به شما کمک میکنه که همه موارد رو بتونید به طور کلی آنالیز کنید و در اختیار تیمتون بذارید. کات فاز به فاز رو داریم. توی این کات تمامی لحظاتی که تو است رو داریم. یعنی دیگه کاری به این نداریم که اون هواشی، پرتابای آزاد، تایموت حرفایی که زده میشه اینها رو دیگه حضرش میکنیم. کات فاز به فاز بازی رو داریم که تمامی حملات و دفاعات توی اونن، و کاری نداریم که آقا اون حمله ریجکت میشه یا اون دفاع گپی داره ما به طور کلی بازی رو به فازهای پشت سر هم تقسیم میکنیم یعنی بخوایم بگیم یه جورای همون چل دقیقه مفید بسکتبال رو ما توی یک ویدیو قرار میدیم الان همینجا مشاهده کنید اینجا یه آت این میشه یک فاز که داره انجام میشه این تیم حملهش رو به پایان میرسونه این یه فاز بعد کات خورد اتفاقای بینش اگر دقت کنید کات خورد حالا میشه فاز بعدی که حالا تایم بازی تمام شده بوده رفته رو فاز بعدی اینجا دوباره یک اقدام دوباره یک فاز دیگه شروع میشه و روندی که وجود داره یعنی شما فاز به فاز پشت هم کات ها رو قرار میدین کات فازهای یکسان حالا به چه صورته توی این نکات شما فقط یا حمله ها یا دفاع یک تیم رو میخواین آنالیز کنید و توی ویدیو پشت سر هم میاریدشون این کات چطوری زده میشه؟ شما لحظات پایانی فاز قبل ترانزیشن یا انتقال و حالا اون حمله یا دفاع مد مددن نظرتون رو توی اون کات قرار میدین و به طور کلی تمرکز فقط روی یک بخش خاص و روی یک فعالیت خاصی از یک تیمه یعنی به عنوان مثال شما میخواین حمله این تیم رو آنالیز کنید دیگه نیازی نیست اتفاقات و هواشی باشه یا دفاعهاشون باشه نه فقط حملات این تیم رو که فازهای یکسانی هستن رو توی یک ویدیو قرار میدین و میتونیدم همش رو نذارید یعنی یک سری فازهایی که نیاز به بررسی دارن رو شما جداگانه بذارین به عنوان مثال یه تیمی سیستم به عنوان مثال هورن داره شما میخواین این هورنا رو شرایطش رو ببینین توی چه شرایطی توی چه موقعیت های انجام میشه و فقط میایین اون هورنا رو کنار هم میذارید یا فقط میخواین ببینید که این تیم علیه من, من جنو حمله میکنه فقط حملات علیه من, من این تیم رو توی کاتهاتون هاتون میذارین الان اینجا ما اسکاوت تیم رایدن مشهد رو داریم که فصل گذشته لیگ دست اول باشگاه کشور بوده تمامی حملات این تیم علیه دفاع زون به صورت پسینگ گیمه که پشت سر هم کات شده یعنی اینجا فقط ما پسینگ گیم این تیم رو در برابر دفاع زون به نمایش گذاشتیم یا اینجا میخوایم دفاع این تیم رو بررسی کنیم که خب دفاعشون دو با انواع اشکال و هر چیزی که میشه ما این رو به نمایش در میاریم حالا میام گپ هاش رو بررسی میکنیم فاز به فاز که این تیم به صورت لاین از هم باز داره دفاع میکنه و ادامه ماجرا کات تک فاز رو داریم یعنی شما فقط یک فاز از بازی رو بنا به اهمیت که داره کات میکنید یعنی یه زمان هست یک حمله یا یک دفاع رو فقط توی اون فاز میخوایم بررسی کنید توی اینجا باز مثل, مثل کاتای قبلی لحظات پایانی فاز قبلی رو و بعدش انتقال رو و بعدش اون فازی که مد نظرتون هست رو کات میکنی و ارائه میدین اینجا این تیم یک حمله ای داره که یک چهار پست بالاه اول یک دور نشون داده میشه بعدش میاد عقب با توضیحات که اون بازیکن پاس میده میره از بک اسکرین استفاده میکنه حرکت میکنه میره زیر حلقه که بتونه توپش رو دریافت کنه پاسو میگیره و ادامه ای ماجرا این یک تک که یکی دو بار با توضیحات به نمایش گذاشته شده تا بشه به طور کامل در اختیار کادر فنی تیم بازیکنها و برای آنالیز خودتون قرار داد کات ایندیویژوال یا انفرادی رو داریم که به آنالیز فردی کمک میکنه یعنی چی یعنی شما برای تیم خودتون یا تیم حریف میان یک آنالیز رو در نظر میگیرین که خب این بازیکن باید آنالیز بشه مثلا شماره پنج تیم حریف یا شماره سه تیم خودمون ما میخوایم اینا رو به طور کلی آنالیز کنیم پس میایم دیگه از روند تیمی کات هامون رو خارج میکنیم میایم نگاه میکنیم که اون بازیکن چه حرکاتی انجام میده و نکات مهم میشه که قراره به نمایش بذاریم تا برای درک بهتر بازیکنها و کادر متوجه بشن اونا رو کات میزنیم حالا مثلا به عنوان مثال اینجا ما یک تصویری داریم که توضیحاتش به طور کامل اومده یعنی شما بهتره این پیشنهاد شخصی خود منه که شما توضیحاتتون رو در رابطه با اون بازیکن ارائه بدین که مثلا این بازیکن علیزا رحمان شما چهار تیم رادین اقدامای امتیازی زیادی داره پاس خوبیه تو بال هندلینگ به شدت قدرتمنده بیشتر سه امتیازی میزنه تا دو امتیازی دست اصلیش راست دستی. ولی خب با هر دو دست بازی میکنه و یه سری نکات آماری که چقدر سه امتیازش توی اون بازیهایی که اسکاوت شده گل شده و اینجور شرایط و از همه مهمتر اون ادوایس هایی که شما میدین که این بازیکن رو باید به این شکل دفاع کنید برای توپش نباید برین از پاسهای آسونش جلوگیری کنید تو شرط کلاش باید نزدیک دفاع کنید و شرایطی که وجود داره در نهایت این تیکه ها رو تو بازی به کادر فنی و بازیکن ها ارائه میدین کات هایلایت رو داریم که میشه همون چیزی که اکثرا باش آشنایی داریم لحظات جذاب و زیبایی که حالا تو طول یک مسابقه برای یه تیم یا یه بازی کنه که معمولا خیلی از آنالیزورها معتقدن که بهتر جلسه آنالیز و حالا یا در شروع یا در پایان با هایلایت های جذابه که حالا تیم خودتون به خصوص داره همراهی کنید که آقا مثلا بازی قبل ما این کارا رو کردیم این حرکات قشنگ دادیم و یه جو خیلی خوب برای جلسه آنالیزه که حالا تو بخش ام، یک جلسه آنز مفید برسیم خدمتون توضیح خواهم داد الان اینجا ما یک هایلایت داریم از محمد امین کمالوند بازیکن پارسال رد پدافند و امسال سند نفت به عنوان مثال میخوای به این بازیکن نشون بدی که آقا به این شکل یا تو جلسه میذاری آقا این بازیکن, بازیکن بازی قبل عمل کرده خیلی خوبی داشته و یک جو خیلی خوبی رو ایجاد میکنید و بیشتر بحث روانی یک جذابیتی شما ایجاد کرده باشین مگرنه خیلی جنبه آنالیزی و اون آنالیز انفرادی رو نداره و در انتها کات داوری رو داریم که خب یه زمان هست شما برای فدراسیون برای باشگاه یا حتی برای اینکه بازیکناتون بدونن که چه اشتباهاتی رو دارن های داوری رو جدا میکنید یک مثالی از فصل گذشته میزنم پارسال ما توی مساحات دست اول باشگاه کشور تو محله چارتای برتر شمال سه تا بازی پشت هم داشتیم توی بازی اول یکی از بازیکنامون پنج فوله شد و البته خب در از چیزی که ما تو فیلم دیدیم بازیکن 6 تا فول کرد یکی از رو برای یکی دیگه اصلا زده بودن و خب این بازیکن گفت نه اصلا من فولی نکردم و اینا از دید خودم اینطوری نیست و اینکه ما رفتیم بررسی کردیم کات ها رو جدا کردیم در اختیار اون بازیکن قرار دادیم نگاه کرد و دید که درسته داور کاملا داره درست سوپ میزنه و خودش همیشه میگفتش که من کاملا ثابت و استوانه خودمم ولی وقتی اون کات رو دید که خطه هاش پشت سر هم اومده بود حالا هم اسلوموشنش هم معمولیش متوجه شد که نه من این حس دارم که دستم بالاه ولی وقتی بازیکن میاد به سمتم یه خورده دست ها و میادم پایین و این باعث شد بازیکن در بازی بعد دفاع موثرتری داشته باشه و دیرتر پنج فوله بشه و اصلا پنج فوله نشد تا آخر فصل فکر میکنم چهار تا بازی که بعد از اون بازی داشتیم توی جلسات بعدی در رابطه با نحوه کات کردن و معرفی نرم های مرتبط صحبت میکنیم چند تا نرم افزار معروف توی این کار رو خدمتون معرفی میکنم و نحوه با کار نحوه کار اون برنامه رو خدمتون عرض میکنم که میشه قسمت دوم ما که پنجشنبه هفته آینده خدمتتون ارائه خواهد شد میتونید اینستاگرام کاری منو به آیدی کوچ اس داشته باشید و اینستاگرام مجموعه آموزشی شهریار 20 که تحت مدیریت بنده هست و اینستاگرام مجموعه امار بسکتبال که قابل مشاهده در این تصاویر هستش خیلی ممنونم که همراهی کردین منو میتونید توی کامنت ها یا از طریق دایرکت نظراتتون رو یا حالا هر بحثی که در رابطه با آنالیز مطرح کنید میتونیم کانورسیشن های خیلی خوبی داشته باشیم و به همدیگه کمک کنیم که هممون مربیا و آنالیزورای بهتری باشیم تا قسمت آینده کلینیک تخصصی کات در آنالیز بسکتبال خدا نگه دارد.